سلام به یه ویدیو دیگه از مجموعه ویدیوهای من خوش اومدید تو این ویدیو میخوایم در ادامه سری گردشی در سیستم عامل توضیح بدیم که مدیریت حافظه توی سیستم عامل به چه شکل توی پروسه ها به چه شکلی یعنی توی هر برنامه‌ای به چه شکلی امیدوارم که به دردتون بخوره خب یه مدت طولانی تقریبا دو ماه نبودم من و ببخشید که نبودم نتونستم ویدیو درست کنم خیلی دلم میخواسته که این کار رو بکنم اما نتونستم دلیلش این بوده که من در یه حرکت خیلی عجیب تهران رو ترک کردم و اومدم شهرستان و شهرستان دارم زندگی میکنم که اینم خودش یه داستان جالبیه که اگه دوست داشتید شاید یه بار براتون گفتم یکی از مهمتریناش این بوده که دلیلش این بود که کرونا اومد و همه ترسشون از دورکاری ریخت و خب من تونستم که شرایط کارم رو جوری کنم که کامل دورکار بشم و بعدش هم اسباب کشی و دردسر گرفتن خونه و تعویز خونه و اینا اینقدر زیاد بود که نشد که واقعا زبط کنم یه دفعه هم تو وسط اسباب کشی زبط کردم اما نه کیفیتش اونقدی که خودم دلم میخواد بود نه اونجوری که خودم دلم میخواست شد و یه چند هفتم هست که استیبل شدم شاید یک دو هفته است ولی تو این یک دو هفته نرسیدم زبط کنم چون از فضا دور شده بودم دیگه توی این تعطیلات تلاشمون کردم که بتونم یه قسمت دیگه براتون ویدئو ضبط کنم خب ما انواع مدیریت حافظه داریم مدیریت حافظه در لایه سیستم عامل داریم و در لایه پروسه ها که چیزن تو لایه این قسمت میخوایم در مورد لایه پروسه هاش حرف بزنیم و توی لایه پروسه هاش دو تا تیکه باز داریم یه تیکه مدیریت دستی حافظه است که معمولا زبونای مثل C, C, و راست این کار را انجام میدن و یه جاهایی هم که اتوماتیکه که میریم با جزئیات در مورد همه اینا حرف میزنیم خب قبل از اون باید بدونیم که متغیرها کجا تعریف میشن اینجا پیشنهاد میکنم که اگه نمیدونید هیپو برید اون ویدیویی که من در مورد سگمنت ها ضبط کردم رو بخونید تا بفهمید داریم در مورد چی حرف میزنیم وابسته به زبان اینکه چه متغیری کجا تعریف میشه ولی معمولا اینجوریه که یه قانون ساده به قول خارجی یا رول اف بشینه که شما هر چیز ساده ای هر نوع ساده ای توی استک احتمالا تعریف میشه و هر نوع پیچیده ای توی هیپ و حالا میریم جلوتر و میبینیم که چیه خب اولین نمونه که میاریم نمونه کد C که متغیر A توی استک تعریف میشه چون یه نوع ساده است اما متغیر B که املوک شده توی هیپ تعریف میشه توی C البته یه خورده شرایط فرق میکنه استراکتام که باز متغیرهای پیچیدن بازم توی استک تعریف میشن ولی در مجموع مثلا توی سی پلاس, پلاس کلاس ها توی هیپ هست و کلا هر جا که از املوک یا نیو استفاده میکنیم اون توی استک تعریف اون توی هیپ تعریف میشه توی جاوا اگه بخوام یه مثال بزنم بازم تو جاوا دو نوع مود داریم بهش میگن انواع اولیه یا پریمیتیوا و انواع ثانویه که این انواع ثانویه که اونایی یعنی که از کلاس آبجکت ارث میبرن همشون توی هیپ تعریف میشن و انواع اولیه مثل اینت مثل دابل اینا توی جز تعریف میشن توی استک تعریف میشن توی جز هم توی سی شارپ هم باز خیلی شبیه جاواست اونایی که نیو میشن توی هیپن اونایی که مثلا مثل اینت این توی استکن و نوع اولیه حساب کنید توی زبونایی مثل جاوا جاوا اسکریپت و پایتون همه چی تو هیپ تعریف میشه ماجرا اینه که اینترپریتر وقتی که اینا رو اینترپرت میکنه همونجا الوکیت و دیالوکیت میکنه یعنی میسازه و پاک میکنه و اینی که دارم میگم خیلی وابسته است به اینکه کدوم پیاده سازی انجین جاوا اسکریپت باشه یا کدوم پیاده سازی انجین پایتون باشه مثلا سی پایتون باشه ج جی پایتون باشه آناکوندا باشه یا حالا هر چیز دیگه ای باشه پس حواسمون به این ماجرا باشه این چیزی که گفتم برای V8 سی پایتون و اسپایدر مانکی هست اگر چیزی هم به ذهنتون رسید که و چیزی پیدا کردید که مخالف این بود حتما به من توی کامنت بگید که من یه ویدیو تکمیلی برای این ضبط کنم خب همه راه ها آخرش به هیپ ختم میشه یعنی همه این حرفایی که ما میزنیم در مورد سیستم هامه در مورد مدیریت حافظه مدیریت حافظه توی هیپه یعنی چی؟ یعنی اینکه ما یه وقتا یه چیزایی رو توی هیپ تعریف میکنیم و بعدا میخوایم مدیریتش کنیم چون چیزی که تو استکه خودش اتوماتیک تعریف میشه توسط لایه کامپایلر و اتوماتیک هم برداشته میشه اصلا مدیریتش دست ما نیست پس همه چیز در مورد هیپه و ما همیشه داریم در مورد یه سری حافظه که حاضرن ولی غایبن یا یا پاک شدن و بعدا میخوایم ازشون استفاده کنیم یا رها شدن وجود داره از اینجا به بعد مثالامو توی سی میزنم چون اونجا احتمالا آدمایی بیشتری بلدن و اینکه راحتتر میشه این, می این مثال رو تولید کرد مثلا توی جاوا این کار کردن خیلی کار سختیه چون گاربیج کالکتور داره یا توی سی شار. خب نکته حاضر غایبه غایبه حاضره یعنی چی؟ یعنی اینکه که من یه چیزی رو ملک میکنم میفرستمش توی تابه بی اما تابه بی بدون این که من بدونم اونو داره دیالوکیت میکنه و پاک میکنه و من به خیال خام خودم تو تابه A تو تابه مین دوباره میام ازش استفاده میکنم که این یه پوینتر سرگردان یا دنگلینگ پوینتر اینجا داریم پوینتر آویزان داریم تو مدل حاضر قایب اینجوریه که من الوکیت میکنم و رو الوکیت دوباره الوکیت میکنم بدون اینکه قبلی رو پاک کنم اینجا مموری لیک میدم یعنی مموریم وجود داره سیستم عاملم داره اینو توی مموریهایی که به ما داده حساب میکنه ولی عملا وجود نداره و خب اینم باز یه ایرادیه دیگه و این ایراد همیشه توی وقتی که دستی داریم مموری رو مدیریت میکنیم وجود داره اما وقتی که بریم سراغ مدیریت اتوماتیک این حافظه یا گاربیج کالکتور یه مزایایی برامون داره راحت میشیم یعنی حداقل حد ما به عنوان برنامه نویس راحتیم یه امنیتی بهمون میده اکثر باگای اساسی که برنامه ها داشتن اینه که چیز دارن مشکلات حافظه دارن یعنی مایکروسافت توی تحقیقی 70 درصد باگای مشکلات امنیتیش رو مربوط به حافظه میدونست و دقیقا همین هست. و بهینه تر میتونن عمل کنن وقتی که ما خودمون میسازیم پاک میکنیم ممکنه اگه زیاد بسازیم و پاک کنیم سربار اضافه به سیستم عامل اضافه کنیم سربار اضافه به پروسمون اضافه کنیم ولی در صورتی که اگه این کار رو یکی دیگه انجام بده میتونه تو بچ انجام بده با هزینه کمتری و به صورت بهینه تری انجام بده نکته بعد اینه که سربار اجرایی داره این کار یعنی این که باید پروسه ما بعضی وقتا وایسه و شروع کنه به پاک کردن اون حافظه هایی که الان دیگه مورد نیاز نیست نکته دوم دو اینه که منابعی رو اضافه تر میگیره یعنی اگه ما آتا مموری داشته باشیم ممکنه 10 درصد 15 درصد این عددا عددای دقیقی نیست اضافه تر نیاز به حافظه داشته باشیم تا حواسمون باشه حساب کتاب کنیم که چی الان ده گرفته شده چی گرفته نشده و در یه سری زبون ها حتی ممکنه کندی و وقفه داشته باشیم یعنی سر سایکل های گاربیج کالکشن ممکنه که برنامه ما کامل پاز بشه و نتونیم تو اون لحظه سرویس بدیم که مثلا زبونای مثل گو کلی کار کردن که پاز گاربیج کالکشنشون به شدت کم باشه یا بتونن چیز کنن یا بتونن ازش استفاده کنن خب الگوریتمایی که گارویش کالکشن داره به صورت کلی به دو تا حالت به دو تا دسته تقسیم میشن تا خیلی پیچیده تره من فقط کلیت دارم میگم اینجا یکی مدل تریسینگه که ما میایم بررسی میکنیم چه حافظه ای الان داره بهش دسترسی وجود داره یعنی چه رفرنس وجود دارن که به این حافظه دسترسی پیدا میکنن خب قاعدتا این الگوریتماش خیلی وابسته به الگوریتم پیچیده است و چیز دیگه باید هی حواسمون باشه یکی هم رفرنس کانتینگه که ما به ازای هر رفرنسی که به اون حافظه اضافه میکنیم یه کانتی و اضافه یا کم میکنیم قاعدتا ساده تر پیاده سازی رفرنس کانتینگ ولی یه درد سرایی هم برای خودش داره و الان فکر میکنم بیشتر از روش الگوریتم های مبتنی بر تریسینگ استفاده میشه الگوریتم تریسینگ هم این مدل هستن یعنی اینی که من گفتم فقط دسته الگوریتمه. که تشخیص میده که آقا جان الان مثلا این حافظه ها باید ترک بشه و تریس میشه و انجام میشه وگرنه یعنی این تا الگوریتم داریم و مثلا توی جاوا فکر میکنم چهار یا پنج مدل الگوریتم چیز داریم گاربیج کالکشن داریم خب خیلی ممنون که گوش دادید این ارائه مام تموم شد توی این ارائه سعی کردم بگم که حافظه ها چجوری تخصیص داده میشه چجوری ما مدیریت میکنیم توی اپلیکیشنمون حافظه رو و بتونیم از این دانش استفاده کنیم که با دید دقیق تری برنامه بنویسیم و بدونیم چی به چیه امیدوارم خوشتون اومده باشه حتما مشترک بشید اون زنگوله ویدیو جدید رو هم بزنید که بتونیم ویدیوهایی که من جدید میدم رو بشنوید و همچنین چیز کنید همچنین فیدبکتون رو به من بدید فیدبک شما برای من راه است که ویدیوهای بعدی رو چیکار کنم و آیا این راهی که دارم میرم راه درستی هست یا نه خیلی ممنون که گوش دادید خدا نگهدار